از کجا بدونیم که وقتی من و شما به یک آلبالو نگاه میکنیم در مغز من این تصویر شکل میبنده که من اونو قرمز میدونم و در مغز شما شاید این تصویر. البته شما یاد گرفتید که اینو قرمز صدا کنید. ما هر دو به این تصاویری که دیدیم قرمز میگیم. این آبی به نظر میرسه، این سبز و این هم زرد. اما این واقعیت رو تغییر نمیده که رنگ یک توهمه. رنگ در دنیای بیرون از ما وجود نداره، بلکه در مغز ما ایجاد میشه. ما میتونیم طول موج نور رو اندازه گیری کنیم، اما نمیتونیم تجربه یک رنگ رو در ذهن شما اندازه گیری یا مشاهده کنیم. یعنی تشخیص رنگ یک جسم به دو چیز بستگی داره: اینکه چه پرتوهای نوری از اون جسم به چشم ما میرسه و دوم اینکه تفسیر مغز ما از اون پرتوها چی هست. فرض کنید من با یه فرازمینی از یک کهکشان دیگه دوست شدم و میتونیم با هم صحبت کنیم، اما این فرازمینی هرگز نمیتونه احساس درد رو حس کنه. یعنی ساختار تکاملش به این شکل بوده. میتونم براش توضیح بدم که درد از طریق رشته های ای دلتا و سی به نخا فرستاده میشه و از اونجا هم به مغز و در نهایت احساس درد کامل میشه. فرازمینی میتونه از زمانی که درد ایجاد میشه و تا زمانی که به مغز میرسه و مواد شیمیایی که در فرایند احساس درد دخیل هستن رو یاد بگیره و میتونه در امتحان زیستشناسی در مورد درد قبول بشه و باور کنه درد برای ما رنجاوره. اما هر چقدر فرازمینی از فرایند درد یاد بگیره باعث نمیشه که دردی رو احساس کنه. فیلسوفا این احساسات غیر قابل وصف و خام و کوالیا مینامن. و اینکه نمیتونیم به کسی توضیح بدیم که دقیقاً ما چه رنگ یا چه شکلی رو داریم میبینیم و شکاف توضیحی میگن. مثلا ما از یه نابینا که هیچ وقت هیچ رنگی رو ندیده نمیتونیم بخوایم که کاملاً حس ما رو از رنگ درک کنه. افراد بینا میگن که قرمز گرمه و آبی سرده. اما برای کسی که هرگز رنگی رو ندیده این عجیب به نظر میرسه. اما ما چطور رنگ رو میبینیم؟ در این چرخ قرمز و سبز وجود داره، اما وقتی میچرخونیمش شما رنگ زرد رو میبینید. مغز شما به دلیل نحوه عمل کرده چشماتون فریب خورده. روی شبکیه چشمای شما سلولهای حساس به نور وجود داره که رنگهای قرمز، سبز و آبی رو درک میکنه. به طور معمول ما 3 نوع سلول مخروطی داریم. به این معنیه که هیچ گیرنده‌ای برای نور نارنجی یا نور زرد وجود نداره. اما نکته عجیب اینه که این 3 نوع سلول مخروطی اینجوری با هم کار میکنن. اگه من نور زرد رو به چشمای شما بتابونم، سلولای مخروطی حساس به قرمز شما تحریک میشن و سلولهای مخروطی سبز هم تحریک میشن. بعد مغز شما این پاسخهای قرمز و سبز رو با هم ترکیب میکنه و رنگ زرد رو میسازه. حالا این ذهن ماست که تفسیرهای مختلفی رو از هر رنگ میسازه. تحقیقات زیادی انجام شده و مشخص شده که توی فرهنگهای مختلف افراد رنگهای متفاوتی رو درک میکنن. ممکن از نظر ما همه این رنگا سبز باشه، اما برای کسی که در فرهنگ و محیط دیگه‌ای بوده ممکنه بین بعضی از این رنگا تفاوت ببینه. میتونیم موافق باشیم که شکلات طعم خوبی داره، اما من نمیتونم به آگاهی شما بیام و طعم شکلاتی رو که شما تجربه کردید و عیناً من هم تجربه کنم. ممکنه چیزی که هر کدوم از ما میبینیم یا حس میکنیم کاملاً منحصر به فرد باشه. ما با تصورات خودمون در ذهنمون تنهاییم. نظر شما چیه؟